سلام خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند امروز درس چهارم از فصل چهارم کیمیا استنف افتوم رو در خدمت شما هستیم نمبر ارتباطی برنامه 2094-780-255-413 است که از این طریق میتونید با برنامه خودتان درس کیمیا از مکتب هادی ارتباط برقرار کنید موضوع این فصل در رابطه با عناصر مهم زندگی است که در درس‌های قبل و در جلسات قبل در رابطه با عنصر های اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن با هم کار کردیم و خواندیم. امروز اهداف درسی که ما شما می دنبال کنیم و با هم کار کنیم عبارت است از امروز ما می خواهیم کاربون رو یاد بگیریم که ساختار و ویژگی های آن چی است و در کدام موقعیت جدول دورانی قرار گرفته است. همچنان در رابطه با خواص کیمیاوی کاربون با هم کار خواهیم نمود و در آخر مطلب هم در رابطه با استحصال و استعمال اتم یا انصور کاربون با هم یک جای کار میکنیم و یاد خواهیم گرفت. با شروع درس امروز با من همراه باشید. و اما کربن در کدام موقعیت جدول دورانی قرار گرفته است؟ همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کربن در جدول دورانی در گروپ 14، 14 فرعی یا چهار اصلی قرار گرفته است. که در قشر ولانسی خود دارای چهار تا الکترون می باشد که با دریافت چهار الکترون دیگر به طور مجموع می شود هشت الکترون و به آرایش اکتت هشتایی می رسد. همچنان در جدول دورانی شما مشاهده میکنید شاگردا که انصور کاربون در دوره یا تناوب دوم به این صورت قرار گرفته است. پس از موقعیت انصور کاربون در جدول دورانی که باید بلد باشید. اما در بدن انسان همانطور که در درس قبل گفته شد انواع انصرها ها در بدن ما و شما به طور طبیعی وجود دارد که از جمله آنها انصر کاربون می باشد به با مقداری 18 فیصد در بدن ما و شما انصر کاربون به طور طبیعی وجود دارد که فیصدی آن را باید شما بلد باشید اما در ادامه می با هم کار کنیم که کاربون چند نوع در طبیعت یافت می شود انصور کاربون به طور طبیعی در طبیعت به اشکال مختلف یافت می شود که سه شکل مهم آن را برای شما آوردیم کاربون یا به صورت زغال یافت می شود در طبیعت یا به صورت گرافیت یا به صورت الماس با توجه به ساختارهایی که دارد یافت می شود در ادامه هر کدام از ساختارها را با هم یک جای کار میکنیم که گرافیت دارای چی ویژگی هایست، الماس چی قسمی است و زغال چی قسمی ساختار آن و چگونه به دست می آید. اولین شکل کاربون زغال است که شکلی که همانطور در تصویر مشاهده می به شکل است. به این معنی که دارای شکل هندسی منظم نیست. و همچنان زغال از نباتات به دست می آید. در ادامه با هم خواهیم خواند که چگونه زغال از نباتات به دست می آید. به کلی زغال از دو طریقه می تواند به دست بیاید از طریق نباتات. رویش اول یا طریقه اول تحت فشار قرار دادن نباتات هستند. اگر نباتات در زیر زمین تحت فشار قرار بگیرد به این صورت که آب خود از دست بیته بعد از گذشت مدت طولانی نباتات تحت فشار بسیار زیاد و همچنان حرارت زیاد باعث می شود تبدیل شود به مواد جدیدی به نام زغال پس طریقه اول تشکیل زغال تحت فشار قرار گرفتن نباتات در زیر زمین است طریقه دومی تشکیل زقال که سرشار از کاربون می باشد از طریق سوختن نباتات به دست می آید. به این صورت که اگر نباتاتی مانند فرض مثال چوب ها اگر در حضور اکسیژن هوا عملیه احتراقی را انجام می تواند باعث می شود که تبدیل شود به یک موادی به نام زغال سنگ. پس طریقه دوم برای تشکیل زغال چی است سوختن نباتات است که باید بلد باشید و اما ساختار دوم یا شکل دوم کاربون چه قسمی به وجود می آید ساختار دوم انصور کاربون که گرافیت می باشد نوعی کاربون است با شکل معین اما که در ساختار زیر مشاهده میکنید ساختار گرافیت را ساختار مولکولی را میبینید که دارای شکلی معین است که یک شش زلعی هایی به این صورت که از, اتصال اتم های کاربون تشکیل شده است چندین شش زلعی در کنار همدیگر قرار می و به این صورت صفحات را برای ما تشکیل میدهند که این صفحات که مجموعه از کاربون ها می از طریق رابطه هایی و هم اتصال یافته است. این شکل گرافیت است. پس نوعی دوم کاربون گرافیت است با شکل معین که براتان نشان داده شده است و در ساختار پنسیل با کار برده می شود. شما در شکل هم مشاهده می کنید که در ساختار پنسیل گرافیت وجود دارد که برای بسیار نرم است و شما برایتی می توانید بر روی کاغذ با آن نوشته کنید. و اما سومین نوع شکل کاربن که بسیار مهم است الماس است می خواهیم یاد بگیریم که چه قسمی الماس با وجود می آید الماس یک نوع کاربن است که دارای شکل ثابت است همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنه ساختار مولکولی الماس را اتم های کاربن به این صورت در یک چهار وجهی، در گوشه های یک چهار قرار گرفته است پس دارای شکلی ثابت است و همچنان درجه سختی الماس بسیار بلند است نسبت به گرافیت و زغال الماس دارای درجه سختی بیشتر می باشد الماس به رنگ های متفاوتی یافت می شود اما الماسی که بیرنگ رنگ باشه نظر به ارزش قیمتی تر است پس شما یاد گرفتین که الماس دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی است و اما مقایسه درجه سختی وقتی صحبت از درجه سختی می شود به این معناست که وقتی شما یک شی یا جسمی را بر روی یک شی دیگه کشیده می شود شی یا جسم جسمی که دارای سختی بیشتری باشد می تواند بر روی شی یا جسم دوم که دارای سختی پایینتری هست بریدگی ایجاد کند پس این میشه معنای سختی یک شای یا یک جسم اما میخواییم ببینیم که از بین سه شکل کاربون که زغال, زغال می باشد، گرافیت می باشد و الماس می باشد کدام یک دارای درجه سختی بیشتر است و کدام یک دارای درجه سختی پایین تر است اما طور که در جدول و شکل های زیر مشاهده می شاگردها شاگرد ها می بینید که از بین فلزات مثل مخ، چاقو، سیکه و یا حتی ناخن و یا همچنان مینرال های طبیعی که در شکل برای شما نشان داده شده است از بین تمام اینها الماس درجه سختی بیشتری را دارد که عدد آن ده می باشد. پس از بین سه شکل کاربون الماس دارای درجه سختی بیشتر می باشد با مقداری ده. اما گرافیت که در ساخت پنسل به کار گرفته می شد از بین سه شکل کاربون دارای پایین ترین سختی می باشد که مقدار آن یک الا دو است. پس را حتما این نکته را یاد داشته باشید که درجه سختی سه شکل کاربون چه قسمی است؟ اتم یا انصور کاربون هم به صورت آزاد یافت می شود شاگرده هم به صورت مرکب به صورت مرکب هم در مرکبات عضوی یافت می شود هم در مرکبات غیر عضوی در مرکبات عضوی مانند میتان یافت می شود که در ساختار میتان که یک نوع الکان می باشد شما اتم کاربون را در مرکز مشاهده می کنید یا در ساختار الکل ها در ساختار الکل ها هم شما اتم های کاربون را به صورت در ساختار آنها با وضوح مشاهده می کنید. پس کاربون به صورت مرکبات در مرکبات عضوی یافت می شود. در مرکبات غیر عضوی مانند کاربون دایوکساید که از وسایط نقلیه تولید می شود شما انصور کاربون را مشاهده می کنید یا در سنگ چونه در سنگ چونه هم که فرمول مولکولی آن سی ای سی او سه هست شما اتم کاربون را مشاهده می کنید پس اتم کاربون به صورت مرکب هم در مرکبات عضوی و هم در مرکبات غیر عضوی مشاهده می شود خب تا به اینجا شما شاگردای عزیز با خواص و ویژگی ها و موقعیت اتم کربن آشنا شدید یاد گرفتید که اتم کربن در چه موقعیت قرار گرفته است و به چه شکل هایی در طبیعت یافت می شود و هر کدام از آنها را توضیح دادیم در ادامه می خواهیم در رابطه با خواص کیمیایی کربن با همدیگه کار کنیم وقتی صحبت از خواص کیمیایی می شود باید بلد باشیم که چه قسمی عنصر یا فلز یا غیر مورد نظر در تعاملات کیمیاوی سهم گرفته و شرکت میکنند پس بنابراین با کمکی هم یک جای بر روی تختصی ها انواع تعاملات کیمیاوی را که اتم کربن میتانه که سهم داشته باشه و تعاملات را انجام بده با هم نوشته میکنیم. خب از جمله تعاملات بسیار مهمی که اتم کربن میتونه باشه برای بر روی تخته سه براتون نوشته میکنیم اولین تعاملی که میتونه داشته باشه تعامل اتم کربن است با مولکول های اکسیژن شما این تعاملات این تعامل براتون آشنا هست ده در درس های قبل شما با آشنا شدید که وقتی کربن با اتم اکسیژن تعامل میکند یک تعامل یا عملیه احتراقی صورت میگیرد و منجر به تولید گازهای کاربن دایوکساید میشه معادله را اگر توزین کنیم میبینیم که در دو طرف معادله تعداد اتم های کاربن مساوی است همچنان تعداد اتم های اکسیژن هم در دو طرف معادله مساوی و یکسان است پس معادله توزین شده میباشد دومین تعامل مهمی که اتم کربن میتاند داشته باشد تعامل کربن است با عنصر یا فلز کلسیم است کلسیم از جمله فلزاتی است که مربوط به گروه دوم است و همیشه دارای در تعاملات شیمیایی دارای چارچ مثبتی دو است وقتی اتم کربن با عنصر یا فلز کلسیم تعامل می کند محصول سی 2 رو تولید می کند دو است دو ولانس کلسیم هست که برای اتم کربن در قسمت تحتانی اتم کربن نوشته شده است سی 2 را ما به نام کلسیم کاروباید می شناسیم کلسیم کاروبایت از جمله مرکبات شاگرد که در لحیم کاری از آن استفاده می شود. که بسیار کاربردی مهمی را دارد. اگر معادله را توزین کنیم تعداد انصور کلسیم در دو طرف معادله یک تاسته با هم مساویست است. تعداد اتم های در سمت راست معادله دو تاسته و در سمت چپ یک تاسته. پس باید یک ذریب دو در قسمت ما شما قرار بیتی که تعداد اتم های کربن با هم مساوی شود به این صورت با قرار دادن یک ذره برای اتم کربن معادله توزین می شود پس دومین معادله مهمی که انصور کربن می داشته باشد تعامل آن با انصور کلسیم است سوم تعاملی که میتونه اتوم کربن داشته باشه که این تعامل هم بسیار مهم است خوب دقت کنید اتوم کربن با اکسایدی فلزات است مثل اکسایدی آهن Fe2O3 زمانی که اتم کربن با اکساید فلزات فرض مثال اکساید آهن تعامل میکند باعث تولید انصور یا فلزی آهن می شود به صورت خالص و گاز کاربون دایکساید. خوب دقت کنید به این تعامل شاگردان عزیز به این معادله یا تعامل تصفیه فلزات هم گفته می شود چرا از این خاطر که وقتی اتم کاربن با اکسایدی آهن که یک مقدار ناخالصی داره علاوه می شود تعامل که انجام می شود باعث می شود که انصور یا فلز آهن به صورت خالص از تعامل خارج شود و به همین خاطر است که ما می این تعامل نامشی است تصفیه فلزات است پس این تعامل بسیار مهم است اگر معادله را توزین کنیم تعداد اتم آهن FE در سمت راست معادله یک تاست در سمت چپ معادله چند تاست دو تاست پس یک ضریب در در قسمت باید قرار بتیم که تعداد اتم های آهن با هم مساوی شود تعداد اتم های کربن در دو سمت معادله اگر دقت کرده باشین یک تاست و با هم مساوی است تعداد اتم های اکسیژن رو می کنیم، در سمت چپ معادله سه تاست در سمت راست معادله دو تاست باید در یک ضریب ضرب کنیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی شود اگر ذریب سه را در یک قسمت قرار بدیم که سه ضرب دو می شود شش تعداد اتم اکسیژن در سمت راست هم ما یک ضریب دو باید قرار بدیم که دو ضرب سه شود شش تا تعداد اتم اکسیژن در طرف معادله مساوی شود خب میبینید که تعداد اتم های آهن در سمت چپ معادله دو ضرب دو شش چهار تا پس بنابراین در این قسمت هم در سمت راست معادله هم باید یک ضریبی چهار را قرار بدیم که به این صورت اتم های آهن هم در دو طرف معادله توزین شود. پس این شد از سه معادله مهمی که میتونه اتم کاربون با انصورهای مختلف یا مرکبات مختلف داشته باشد. اینا معادلات یا تعاملات کیمیاوی را باید شاگردان مهم است و یاد داشته باشید. خب تا به اینجا با خواست کیمیاوی کاربون آشنا شدین و یاد گرفتین که چی نوع تعاملات یا معادلات را میتونه اتم کاربون داشته باشد. در ادامه میخواهیم با هم کار کنیم که اتم کاربون یا انصر کاربون چه قسمی استحصال میشود و همچنان در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه با من همراه باشید. انصور کاربون چه قسمی استحصال یا تولید می شود؟ به دو طریقه اتم کاربون استحصال می شود. طریقه اول انصور کاربون به صورت خالص در معدن به صورت زغال یافت می شود. طریقه دوم سختن نباتات است. اگر چوب در حضور اکسیژن هوا عملیه احتراقی را انجام دهد باعث می شود که در نهایت زغال چوب تولید شود که سرشار از اتم کاربون است پس از این دو طریقه سوختن نباتات فرض مثال چوب و همچنان در معدن به صورت خالص اتم های و انصور های کاربون استحصال می شود و اما در کجاها اتم کاربون مورد استفاده قرار می گیرد؟ اتم کربن از جمله عنصرهایی است که کاربردها و مصرفیت های مختلفی را دارد که چند نمونه از آن را در تصاویر زیر برای شما مثال زدیم از جمله هایی که اتم کربن میتوان داشته باشد در ساخت پنسل است به صورت گرافیت و همچنان در ساخت زورالات است به صورت الماس همچنان در نوک قلم شیشه های شیشه بوری ها هم و تونل کشی ها هم از آن استفاده می شود یا در ساخت تایری موتورها هم انصور های کاربون بسیار کاربرد دارد دیگر کاربورد های یا موارد استعمالی اتم کربن در تسخین یا گرم نبودن منازل از آن استفاده می شود. و همچنان در تولید انرژی های هستوی هم از انصور کربن استفاده می شود. در ساخت مواد رنگی و همچنین جذب رنگ ها در لابراتوار از انصور کربن استفاده می شود. یا در ساخت فلزاد و از او مهمتر برای تصویه فلزاد که در اسلاید قبل هم برای شما گفته شد که برای تصویه فلزاد هم ما میتونیم در لابراتوار از انصور کربن استفاده کنیم و انسور یا فلز مورد نظر را از یک مرکب ناخالص استخراج کنیم پس چند نمونه از موارد استعمال و کاربرد های کربن بود که برایتون گفته شد که بسیار مهم است خب شاگردان عزیز درس امروز ما تمام شد و پایان رسید و ما جمبندی امروز که ما و شما امروز چی یاد گرفتیم امروز ما و شما کاربون را یاد گرفتیم که در دوره دوم و در گروپ 14 فریق قرار گرفته است هیجده فیصدی کتلای بدن را عنصر کاربون تشکیل داده است و همچنان انواع تعاملات کیمیاوی انسور کاربون آشنا شدید و با انواع های از کاربون که به سه شکل گرافیت، الماس و زغال یافت می با هم کار کردیم و طریقه با وجود آمدن هر کدام را توضیح دادیم و همچنان در آخر درس امروز در رابطه با استحصال کربن صحبت کردیم که به دو طریقه استحصال میشد و در نهایت هم در رابطه با استعمال کربن با هم صحبت کردیم که گفتیم در کجاها استعمال میشه و مورد استفاده قرار می گیرد امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شاگردان عزیز شما را به خداوند بزرگ میسپارم خداوند یارو و نگهدارتان باشه